حالا خیلی وقتا یه بحران، یه رویداد یا حتی یه دوره تاریخی میتونه الهام بخش خیلی از هنرمندا برای خلق آثارشون باشه. کاملا درسته، مثل سامان طاهرپور که با الهام از تاریخ معاصر ایران آثاری رو طراحی کرده و در نمایشگاهی به نام هنر شهربانو که در استکهلم سوئد از 3 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار میشه قرار هست که جدیدترین کارهاشون رو به همراه آرمان سلطانی به نمایش بگذاره. سامان طاهرپور امروز مهمان برنامه مانتو پلاس هست تا در رابطه با همین نمایشگاه باهاشون گفتگویی داشته باشیم. بله، درود بر شما، خیلی خوش اومدی سامان جون. خوش اومدین. خیلی ممنون، با درود و سپاسگزارم که از من دعوت کردید که در این برنامه شرکت کنم. قبل از هر چیز تسلیت میگم به ملت ایران و به خصوص مادر زنده یاد نوید افغانی. 41 سال هست که بهترین فرزندهای ایران زمین به دست جمهوری ننگین اسلامی به قتل رسیدن. متشکرم از این احساس همدردید. سامان، تم اصلی این نمایشگاهی که برپا کردی چیه؟ تم اصلی، اسم این نمایشگاه هست شهربانو هنر یا امپرس آف آرت. تم اصلی این نمایشگاه رو با به خاطر این اسم گذاشتیم روش که کارهای محصولات برند کیانی کانسرت و نقاشی های دوست عزیزم آقای آرمان سلطانی که ربط بسیار به شهربانو داره در اون نمایشگاه به تماشا گذاشته میشه. کلن توی طراحی جواهرات از چی الهام میگیری سامان جان؟ من علاقه بسیار به تاریخ دارم و اتفاقات مهمی که در طول تاریخ ایران افتاده. از جمله آخرین کارم که الان شما نشون دادید کریستال جواهراتی هستش که الهام گرفته شده از تاج شهربانو که در مراسم پرشکوه تاجگذاری ایشون استفاده کردن. سعی کردم اتفاقاتی که در طول ایران و در طول تاریخ ایران زمین افتاده رو یه جوری دوباره پررنگش میکنم با طریق طراحی و الهام گرفتن از اون اتفاقات. حالا چرا این دوران رو انتخاب کردی برای طراحی و طراحی کارهای نمایشگاه؟ به نظر من تاریخ هنری ایران بعد از حمله تازیان تا دودمان ایرانساز پهلوی همیشه سیاه‌سفید بوده. بعد از اون دوران دوباره همه چی رنگی میشه، دوباره درخشان میشه، همه چی زیبا میشه، هنر دوباره مثل گل دوباره شکفته میشه و اینکه شهربانو همیشه نقش خیلی پررنگی تو این کار داشته و من سعی میکنم که اون دورانو دوباره سعی کنم پررنگش کنم و قدردانی باشه از تمام زحماتی که ایشون برای فرهنگ و هنر ایران کشیدن. زیبایی هم البته توی کاران نمایان هست، کار زیبایی که کردی. توی نمایشگاه بازدید کننده ها انتظار چه چیز دیگه رو باید داشته باشن؟ همونجوری که گفتم خب محصولات کیانی کانسپت هست، یه سری کارهای جدید هستش که من توی این دوران کرونایی که بیشتر خونه نشین بودیم انجام دادم و طراحی کردم و از جمله نقاشی‌های آرمان و اینم بگم که کتاب معروف شهربانو هنر که پارسال به دست انتشارات اسولاین به چاپ رسید در این نمایشگاه موجود هستش، برای علاقمندان هم میتونن تماشا کنن و اگر دوست داشتن میتونن تهیه کنن. این کتاب واقعا بی‌نظیره و بیشتر در مورد کارهای هنری هستش که شهربانو واسه ایران انجام داده. دیدم که تو حرفات به این دوران کرونا اشاره کردی. میدونم برپا کردن نمایشگاه تو این ایام خیلی باید چالش داشته باشه. از چالش‌های برپای نمایشگاه بهمون بگو. خب مسلماً اولش که خیلی سخت بود. ما قرار بودش نوروز در پاریس نمایشگاه داشته باشیم و خب این کرونا به ما این اجازه نداد که این کارو انجام بدیم، ولی بعد از چند ماه خونه نشینی همونجوری که گفتم با دوستم آرمان تصمیم گرفتیم که نمایشگاه رو در استکهلم داشته باشیم و اینکه تقاضای اجازه کردیم از وزارت بهداشت سوئد و این اجازه رو به ما دادن به این شرطی که این نمایشگاه رو برگزار کنیم، ولی بیشتر از 50 نفر اجازه اینو ندارن که همزمان در سالن نمایشگاه باشن و فاصله های فردی هم رعایت بشه. ما حتما با کمک دوستانم که قرار هستش که در نمایشگاه باشن این قانون ها رو اجرا خواهیم کرد و سعی میکنیم که به خوبی این نمایشگاه رو برگزار کنیم. حتما هم همینطور میشه دیگه تو این شرایط، البته سخت از شرایط کرونا، ولی خب کسانی که دوست داشته باشن به این کارهای زیبا رو از نزدیک بیان ببینن حتما خواهند اومد. خیلی ممنون که همراه ما بودی. خیلی ممنون، به امید فردای بهتر واسه ایران زمین. ممنون، روزتون بخیر.